هدف نبی مکرم اسلام مثل بقیه پیامبران کشورگشایی به این معنی هیچگاه نبود. پیامبر میخواست صدای حقانیت، حقیقت، انسانیت، اسلام یعنی تسلیم امر خدا بودن، یک اسلام، دوم یعنی امنیت، سلم، امنیت رو به دنیا برسونه. برای همین هم شما میبینید هنوز هیچ جایگاه خاصی هم پیامبر نداره، نامه مینویسه به 3 تا امپراتور بزرگ دنیا، مصری ها و ایرانی ها و رومی ها. بقره 190 میفرماد و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونا که با شما میجنگید خوشگل باشون بجنگید. بله اگه جنگ کسی با شروع کرد اونا بدونن که پاسخ قاطع میگیرن. ولا تعتدوا، اما شما حق ندارید به تعدی بکنید، تجاوز بکنید. اگه باهاتون جنگیدن برید بجنگید. ممتنه های 8، آنهایی که با شما نجنگیدن و شما را از خانه هایتان بیرون نکردن و آواره نکردن و اموال شما را مصادره نکردن مبادا با آنها بجنگید. کسی که تو کاری نداشت، آره اموال تو مصادره کرد، باش بجنگ تا بفهمه، بشین سر جاش، بفهمه هزینه داره با جامعه اسلامی برخورد کردن. نهای قرآن میگه این جاها باید بری بجنگی و این جاها نباید بری بجنگی. پیامبر حدود 80 خورده ای جنگ داشته کلا، غزوات و سرایا، اونا که پیامبر بوده یا خودش ایشون نبوده، لب تحت امر ایشون انجام شده. ببینید نشستن تمام اینا رو شمردن، خب بدونید توی 23 سال از مسلمان ها 181 نفر کشته شدن، از مشرکین و کفار 202 نفر. همه رو با هم جمع بزنی، بدترین حالت ها رو در نظر، یعنی یه تاریخ نوشته که آقا اینجا 5 نفر کشته شدن، یکی نوشته 15، بگو 15 رو جمع بزن. من این بار این کار کردم، همه رو جمع زدم شد 1300 نفر. یعنی اصلش چقدر بوده؟ 181 نفر مسلمان، 202 تا چی؟ غیر مسلم، یعنی 383 نفر. این آماره ده 23 سال تقسیم بکنی، ماهی 16 نفر کشته داشته، مرده هاشون خیلی بیشتر بوده، همینجا عادی میمردن. نکته جالب اینجاست که ببینید اصلا سیره پیامبر چیه. ما پدر سوخته تر از ابو سفیان داریم دیگه. چی کار کرد با پیامبر؟ نه چی کار نکرد با پیامبر. وقتی وارد مکه میشه دیگه، الیوم یا اونا، امروز روز ماست، وقتش انتقام رو بگیم، همه رو بخشید. گو خونه همین ابو سفیان امنی، کسی حق نداره اونجا دست بزنه. تا روز فتح مکه از اون جمعیتی دور پیامبر یه ضرب و تقسیم بکنی، نهایتاً 10 نفر، 10% مسلمان شده. 90% گیروندگان به اسلام مالکه بعد فتح مکه. چی شد اینا مسلمان شدن؟ انسانیت دیدن. آیه ها همینجنا یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مسلمان تو صف بودن. این عشایر عرب می اومدن بیعت میکردن با پیامبر و اسلام می بودن، با شمشیر مسلمانشون کرد. یه بابایی بود در بین عرب معروف به دب العرب، یعنی خرس عرب، بس که میخورد، خیلی هم زور داشت. اینو گرفتنش، بسته بودنش، یعنی ولش کنیم همینجوری حمله می کسه 4 نفر میزد. پیامبر سهمی غذا خودش رو داد به این. فکر کن یه نفر که زده از شما ها کشته، جنگ قبل کشته نه که کاری نکرد، دستش به خون آلوده است، آورده پیامبر سهمیه غذا خودشو میبخشه. این چی کار؟ بعد جنگید بر اسلام ها همین آدم وقتی مسلمان شد. این رفتارها رو دیدن بکنم. مرام اسلام ما هم همینه. مرام شهدامون چی بود؟ احمد متوسلیان وقتی مسلط شد در کردستان چی کار کرد؟ شروع کرد در خونه ها آذوقه بردن. باورشون نمیشد، چون ندیده بودن همچین چیزی. محمد بورجردی چرا لقب گرفت مسیح کردستان؟ چرا کردای سنی حاضر شدن پیشمرگ اینا باشن؟ چرا حاضر شدن بیان براشون به جنگن؟ مرام دیدن، معرفت دیدن، چون اسلام علی ابن ابی طالب اینه. و اسلام دیگران چی هست؟